نظام در عقربه. حالا چرا؟ چون بحران‌های مختلف از همه سمت، هم اجتماعی و هم اقتصادی و هم سیاسی دارن معاصرش میکنن، هم خود نظام و هم دم و دنباچه هاشون. امروز میخوام یه مقدار این وضعیت رو بررسی کنیم. با شطرنجی 190 همراه باشید. طرح جدید ضد ایرانی مجلس نمایندگان آمریکا با 423 رأی مثبت و فقط 2 رأی منفی به تصویب رسید. این طرح قانون اجرای تحریم‌های بین‌المللی و برنامه موشکی ایران HR 1698 نام دارد. این طرح از سوی اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده و راه را برای اعمال تحریم‌های تازه از سوی دولت آمریکا باز می‌کند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در سنا هم به تصویب برسد. بله، 423 به 2. خب، پس تحریم‌های جدید برای نظام در راهه، اما هنوز یه مرحله مونده، تصویب در سنا. حالا بالاخره در سنا تصویب میشه نمیشه؟ اصلا این تحریم‌ها چی و هدف قرار میده؟ رأی نسبتاً بالا، یعنی کاملا بالا، یا با 423 رأی موافق و 2 رأی مخالف. البته بله، باید بره سنا، اونجا هم که قطعا تصویب میشه و بعد به قانون تبدیل میشه. خلاصه این طرح اما اینه که رئیس جمهور امریکا باید گزارش مواردی که در اون ایران تست موشک های بالستیک کرده رو به کنگره بده. هر بار هم تا یک ماه بعد از هر شلیک موشک ایران فرصت داره که به کنگره توضیح بده این چه بود، یعنی ناقض قطعنامه 2231 سازمان ملل بوده یا خیر. از اون طرف هم راه رو باز میکنه برای تحریم برخی افراد و ارگان هایی که مثلا مثل آژانس های دولتی ایران که مرتبط باشن با برنامه موشک های بالستیک ایران، یا ارگان ها و سازمان های خارجی که به برنامه موشک بالستیک ایران کمک کنند، و افراد و آژانس های دولتی خارجی که با ایران تبادل سلاح دارند رو تحت تحریم قرار میده، و افراد خارجی که در تبادل تکنولوژی برای پیشبرد برنامه بالستیک ایران فعالیت دارند. پس به قطع و یقین در سنا هم تصویب میشه و نظام ولایت و هر کسی که با برنامه موشک بالستیک نظام در ارتباط باشه یا ارتباط برقرار کنه میره تو تحریم. ایشالله مبارکه. اما اقلا واسه نظام این خوبی رو داشت که تحریم های مربوط به برجام بر نگشته. بالاخره این برجام یه سری مشکلات نظام رو حل کرده. حالا یه خورده تحریم اضافه شده که خیالی نیست. برجام خودش توافق خوبیه واسه نظام. جان، مثل اینکه این کارشناس نظام حرفای دیگه ای داره. ببینیم چی میگه. برجام توافق خوبیه برای آمریکایی‌ها، و هم تحریم‌ها رو میخوان، فشارها رو میخوان، هم برجام رو میخوان، هم میخوان برجام از درون تهی بشه، ایران هیچ گونه استفاده‌ای از برجام نداشته باشه. برنامه کلی این هستش، با استفاده از برجام میخوان روی ایران فشار ایجاد بکنن. یعنی توافقی که هدف این بود که بعضی از مشکلات کشور رو حل بکنه، طرف آمریکا میخواد نه تنها اجازه نده مشکلی از کشور با استفاده از برجام حل بشه، خود برجام مشکلی میشه. پس که اینطور، برجام خوبه اما واسه آمریکایی ها. مثل اینکه درست میگه، برجام نه تنها مشکلی از مشکلات نظام حل نکرده، بلکه خودش تبدیل به مشکل شده. خب البته ما از همون روز اول گفته بودیم که برجام دوای درد نظام نیست، بلکه جام زهریه در کالبد فرتوت نظام ولایت فقیه و هر روز همونو ضعیف و ضعیف‌تر میکنه. با توجه به صحبت‌های جناب عالی، فکر میکنید یعنی در واقع یک پوسته برجام باقی خواهد ماند، از برجام خارج نخواهد شد آمریکا، ولی عملاً از کار خواهد افتاد؟ نهایتاً چی خواهد شد از برجام؟ به نظر جناب عالی چی میمونه؟ بله، مضاف این که از برجام چیزی نمیمونه، هدف طرف مقابل این هستش که در نهایت دغدغه‌های دیگری رو که نسبت به ایران اعمال میکنه با استفاده از اهرام برجام به اون اهداف برسه. هدف این هستش که اهرام‌های قدرت از دست جمهوری اسلامی گرفته بشه. احساس میکنن با برجام اهرام قدرت رو در حوزه هسته گرفتن. فکر میکنن برجام‌های 2 و 3 میتونه تو این حوزه کمکشون بکنه. بحث تو متن قانون جدیدم سیستم های ماشه میخوان اعمال بکنن، به این معنی که موارد تحریم جدید میارن و هم سیستم ایجاد میکنن که اگر ایران فلان کار رو نکرد اون وقت فلان تحریم جدید اعمال بشه. خب خوبه، پس نه تنها برجام هیچ منافعی برای نظام نخواهد داشت، بلکه به اهرام فشاری تبدیل میشه که نظام ولایت رو تحت فشار مضاعف قرار بدن، و بعدش برجام 2 و 3 و الوغیر الزالک. پس این از برجام. خوب ببینیم که نظر این کارشناس نظام راجع به لیست گذاری سپاه چیه. در آمریکا ما دو تا لیست گروه های تروریستی داریم، یکی مال وزارت خارجه هستش خیلی جدی نیست، یکی مال وزارت خزانه داری هست. اون لیست جدی گروه های تروریستی هستش که سپاه رو بر اساس اون قانون کاتسا یا مادر تحریم ها یه هفته پیش در اون لیست گذاشتن.
این سپاه رفتش زیر در ذیل گروه های تروریستی. نه تنها بحث سپاه رو داشت، بحث ارتش رو هم داشت. یعنی بعضی از شرکت ها رو به بهانه ارتباط با ارتش تحریم کرده. اینجا هدف طرف مقابل این هستش که اهرم های قدرت رو از دست ایران بگیره. احساس میکنه با استفاده از برجام میتونه همون کاری رو که با بحث هسته‌ای کرد با در حوزه‌های دیگه موشکی نفوذ منطقه‌ای انجام بده. اما اقدامات آمریکا به همین ها هم ختم نمیشه. علاوه بر اینکه کنگره با تصویب لوایح جدید حلقه محاصره رو تنگ‌تر می‌کنه، مقام‌های دولت آمریکا هم روی سیاست جدید آمریکا مبنی بر احترام به اراده مردم ایران برای تغییر نظام انگشت می‌ذارن که خودش نظام ولایت رو وحشت زده کرده. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که پیش از این چند بار از تلاش برای تغییر نظام ایران حمایت کرده، روز چهارشنبه بار دیگر گفت واشنگتن تلاش می‌کند با حمایت از جریان‌ها و تفکراتی در داخل ایران به تغییر نظام ایران کمک کند. وی که پس از دیدار با وزیر خارجه هند در دهلی نو در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، با متهم کردن ایران به انجام فعالیت‌های ثبات‌سا در منطقه گفت داریم برای اعمال تحریم علیه این رژیم و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام میکنیم. هدف ما ممانعت از ایجاد ظرفیت اقتصادی و اخلال در فعالیت‌های مرتبط با این رفتارهای شرارتبار است. وی افزود ما میدانیم که تفکرات و ارزش‌های قدرتمندی داخل ایران است که ما میخواهیم آنها را ترویج کنیم تا روزی مردم ایران بتوانند کنترل حکومتشان را باز پس بگیرند. بله، سیاست اعلام شده آمریکا هم تغییر نظامه تا مردم بتونن کنترل حکومت رو به دست بگیرن. یه جنبه دیگه از تنگ شدن حلقه محاصره تحریم هایی که آمریکا روی دنبالچه‌های نظام یعنی حزب الشیطان اعمال کرده. مجلس نمایندگان آمریکا با 4 طرح از تحریم های جدید ضد ایران و حزب الله حمایت کرد. پس از خودداری رئیس جمهور آمریکا از تایید پایبندی ایران به برجام، این تحریم ها بخشی از تلاش واشنگتن برای اتخاذ موضعی شدیدتر ضد ایران نیز خواهد بود. سه اقدام تحریمی که بدون مخالف تصویب شد شامل حزب الله، نفرات این جنبش و حامیان خارجی آن می شود. تامین کنندگان منابع مالی حزب الله نیز شامل این طرحند. نمایندگان آمریکا همچنین با صدور قطعنامه ای از اتحادیه اروپایی خواستند کل حزب الله و نه شاخه نظامی آن را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کند. بله، اینم از حزب الشیطان که مشمول تحریم ها شد. از این هم بگذریم چون وقت خیلی کمه و میخوایم یه حلقه دیگه از محاصره نظام رو هم بگیم. منظورم بحث حقوق بشره. گزارش گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر سازمان ملل چیزی جز نمایش تصویری تحریف شده و پر از خطا از ایران نیست. این پاسخ نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل به گزارش ضد ایرانی عاصم جهانگیره. حسن نشاط گفت در این گزارش به 17000 ایرانی قربانی تروریسم و حتی به اعمال تحریم‌های غیرقانونی و یک طرفه آمریکا ضد ایران اشاره‌ای هم نشده. نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد تنها قدرت تعیین کننده برای حمایت از حقوق بشر در ایران خود ایرانی‌ها هستند و جایی برای افراد خارجی نیست. شما می‌خواهید به ایران بیایید؟ از بازدید شما استقبال می‌کنیم، به شرطی که 192 کشور دیگر هم مثل ایران گزارشگر حقوق بشر داشته باشند. این هم یکی از اصلی‌ترین حلقات محاصره نظام ولایت. این بار خون شهدای 67 جوشیده و جنبش دادخواهی بدجوری عبای ولی فقیه رو گرفته و نماینده نظام رو هم به این مهمل بافی انداخته. حالا و با مرور این بحران‌ها که همش طی یک هفته گذشته بر سر نظام ولایت آوا شده، چند سوال پیش روی ماست. آیا وضعیت به عقب برمیگرده و نظام ولایت میتونه این بحران‌ها رو کنترل کنه؟ آیا جامعه جهانی کوتاه میاد و اینها فقط برای جوش دادن معاملات و امتیاز گرفتنه، یا اینکه تحولات از یک نقطه عطف گذشته و چیزی عوض شده؟ و بالاخره اینکه وظیفه ما در چنین شرایطی چیه؟ پاسخ این سوالات به عهده شما. فعلا خدا نگهدار.